عرض میکنم یه روز خوب دیگه در خدمت شما هستیم دانش آموز عزیز. تقریبا دو هفته پیش خدمتتون بودیم و با هم حرف زدیم در مورد شروع کنکور که چه کارهایی باید انجام بدیم و استراتژیمون چیه تا آخر سال. یه استراتژی بهتون دادیم، نحوه کنترل حافظتون رو خدمتتون گفتیم. حالا امروز یه گریزی به اونها میزنیم، یه توضیح کوتاهی در مورد اونها میدیم و بعد میریم روی مبحث امروز، تمرکز و آموزش خوندن دو تا از درس‌های عمومی. کم کم بچه‌ها ما همین کارگاه‌ها رو که داریم می‌ذاریم میریم جلو، فکر می‌کنم که تا آخر تابستون نحوه مطالعه همه دروس رو با به شما بگیم، چون تا ندونید چه درسی رو چه شکلی باید بخونید من فکر می‌کنم که درس خوندن بی‌فایده است. خیلی بچه‌ها هستن که الان برنامه‌ریزی می‌کنن برای خودشون و طبق برنامه خاص دارم پیش میرم، ولی اصلا درس رو نمیدونن چجوری باید بخونن. بچه ها حواستون رو جمع کنید. شما تا ندونید کجا میخواید برید نمیدونید از کدوم جاده باید برید. شما باید هم هدف درس خوندنتون رو مشخص کنید که آقا من برای چی دارم درس میخونم، هم مسیر درس خوندنتون رو مشخص کنید. این مسیر خیلی خیلی مهمه. قطعا روش مطالعه شما توی سال 11 با سال کنکور متفاوته. سال 11 شما با سال 12 شما هیچ فرقی نمیکنه برای بچه‌ای که فقط میخواد معدل خوب بگیره، ولی کسی که میخواد برای کنکور شرکت کنه دیگه تمام روش‌های سنتی رو باید بذاره کنار، بیا توی روش جدید شروع کنه و استارت بزن و یک نتیجه جدید بگیره. بچه‌ها شما امسال نتیجه عالی میخواید، پس باید عالی درس بخونید. اگر بخواید نتیجه عادی بگیرید باید عادی درس بخونید. اون کسایی که این چند وقت عادی درس خوندن کیان؟ خودشون با خودشون بشینه یه حرف رو بزنن. آیا من عادی خوندم؟ اگر عادی خوندم پس قطعا نتیجه عادی خواهم گرفت. تکلیف تو خود روشن کن. من همیشه توی دفترهای برنامه‌ریزیم، خب امسال که فرصت نداریم به صورت حضوری خدمتتون باشیم، خب ما توی شهر تهران یه تعداد دانش آموز حضوری داریم که میان و به صورت خصوصی ما در خدمتشون هستیم و داریم واسه شون برنامه‌ریزی میکنیم. امسال برای اولین سال ما فرصت اینو نداریم که در شهرستان‌ها باشیم. هر سال برای شهرستان‌ها به صورت همایشی من همایشایی رو برگزار میکنم، راهکارهای مطالعه رو به بچه‌هاشون میگفتم به صورت پروازی، ولی امسال این فرصت رو نداریم و به صورت آنلاین در خدمتتون هستیم و این حسرت رو تو دل ما گذاشته امسال که ما بتونیم بچه‌ها رو ببینیم. پسرهای خیلی کوشا داشتیم سالهای گذشته در شهرستان‌های مختلف، دخترهای خیلی تلاشگر داشتیم. امسال محرومیم از اینکه این دختر پسرها رو ببینیم، ولی آنلاین خدمتتون هستیم. همون همایش‌ها رو ما اینجا برگزار می‌کنیم و همون چیزهایی که من توی همایش می‌گفتم امسال حتما خدمتتون دوباره میگم. پس ما به این نتیجه رسیدیم، ما یک نتیجه عالی می‌خوایم، پس بعد عالی درس بخونیم. اگر عادی درس بخونیم نتیجه عادی میگیریم، پس برای کنکور ما داریم شرکت میکنیم. بچه ها امسال المان کنکور یک سری چیزها رو به ما نشون داد، کنکور سختی رو ما داشتیم. این برای شما یه اتفاق خوب خواهد بود اگر کنکور شما هم کنکور سختی برگزار شه. کنکور سخت یک موهبته، یک شانسه. چرا؟ بچه ها میگن که وای اگه سخت باشه ما بدبخت میشیم، بیچاره میشیم. نه عزیز من، اگه سخت باشه به نفع توه. دلیل بیارم، دلیلش اینه که فکر کنید شما یه بچه‌ای هستید که یه سال درس خوندید، حالا سوال‌های آسون توی کنکور به شما میدن، شما جواب میدی و دانش آموزی که توی یه سال اخیرم درس خونده جواب میده، فرق چیه؟ اگر کنکور سخت برگزار بشه تو بچه‌ای که الان درس خوندی اون موقع با بچه‌ای که درس نخونده یه سال متفاوت میشه. و اگر کنکور سخت باشه شما با درصد و تراز پایین‌تر رتبه میارید بچه‌ها. یعنی من اینو میگم که اگه سوال آسون باشه میانگین درس ها میرسه مثلا به 70%، بعد شما اگه 70% هم بزنه قبول نمیشه، ولی اگه سخت باشه میانگین میرسه به 50%. شما با درصد پایین تر هم میتونی رتبه خوب بیاری. پس خیلی مهمه کنکور سخت به نفع شماست. بعدش هم بچه ها وقتی ما میگیم سخت، مگه فقط به تو دارن کنکور سخت رو ارائه میدن؟ بسه تمام رقیب های شما هم کنکور سخته. بچه ها حواستو جمع کن، واسه همه رقیباته. بالاخره چه کنکور آسون باشه چه کنکور سخت باشه یه رتبه 1-100 وجود داره. اون کسی که تو کنکور سخت میشه 1-100، تو کنکور سخت میشه 1-100، تو کنکور آسون هم قطعا میشه 1-100. پس برای تو دانش آموز فرقی نمیکنه.
ولی از نظر من برای شما دانش آموزا اگر سخت باشه، اون درصدی که شما میذارید با میانگین درصد پایینتری رتبه بهتری میتونید بگیرید. پس کنکور سخت، دعا کنید کنکور سخت باشه، از سوالهای سخت نترسید و سخت امسال کار کنید. بچه ها ما هفته پیش در مورد حافظه شما اومدیم صحبت کنیم. اگه یادتون باشه اومدیم گفتیم که دو تا راه دارید که برای اینکه مطالبی که امروز میخونید تا شب کنکور یادتون باشه. یادتون هست چیا بود؟ من یک روش برنامه هم اونجا بهتون دادم، انشالله که بچه ها رفته باشن و از اون روش استفاده کرده باشن. دو تا راه حل داشتید. یک، یا اون مطالب رو خیلی جذاب و خاص کنید واسه خودتون که یکی از روش هاش میشد کدگذاری. مثال زدیم، گفتیم مثلا حافظ قرن چنده، گفتیم مثلا قرن 8، از توی هجی میشه دونه 8 در آوردیم، گفتیم این کدگذاری ماست، پس حافظ دیدیم میفهمیم قرن 8، این روش کدگذاریه. یا اومدیم مثلا دستگاه گوارش گاو اومدیم توضیح دادیم، گفتیم به گاو محسن میگن هوشیار، این کدگذاری بود. گفتیم حالا با اول کلمات محسن و هوشیار، میمش میشد مری، سین، سیرابی، نون، نگاری، ه، هزالا، ش، شیردان، گفتیم به ترتیب دستگاه گوارش گاوو میتونید بگید. این روش کدگذاری باعث میشه که شما تو تایم کمتری اون مطالب رو برای خودتون بخونید، یاد بگیرید، تو بلند مدت یادتون بمونه و تو تایم کمی روز کنکور اینا رو به یاد بیارید. اوکی؟ روش دوم چی بود؟ گفتیم تکرار مکررات. تکرار مکررات برای شما خیلی مهمه بچه ها. گفتیم به تبلیغات تلویزیونی نگاه کنید. چرا تبلیغات تلویزیونی شما حفظید؟ به خاطر اینکه هر روز داره به شما نشون میده و تا آخر عمرتون یادتون نمیره. شما انشالله مثلا 10 سال دیگه، 20 سال دیگه میخواید برید خارج از کشور، یه نخبه‌ای میشید، یه کاره‌ای میشید، فکر کنید تو خیابون‌های آلمان دارید قدم میزید، یکی از بغلتون رد شه بگه هیچ کس تنها نیست، شما میگه همراه اول این ایرانیه، شما هنوز یادتون اون همراه اول رو. پس ما اگر بخوایم تا شب کنکور مطالب بدمون بمونه، یا باید خیلی خاصش کنیم یا باید خیلی اینو تکرار کنیم. حالا امروز که میریم روی روش مطالعه دروس، آنالیز دروس، من یک سری تست ها هم واسه تون حل میکنم که ببینید چه جوری ممکنه برای شما تست بیاد. اصلا باطلاق چیه؟ ما وقتی میگیم یه سری تست ها باطلاقن و نیاز دارید که شما این درس ها بهتون آموزش داده بشن، برای همینه، برای اینکه بخوایم یک سری تست ها رو به شما یاد بدیم. بچه ها بریم برای تمرکز. یه سری بچه ها به ما پیام دادن، سوال پرسیدن که آقا رضایی ما نمیدونیم تمرکزمون رو چی کار کنیم. من الان میشینم درس میخونم، همون لحظه که نشستم پای درس اتفاقات دعوای مادرم با خالم یادم میفته، پارسال توی خیابون خوردم زمین یادم میفته، در آینده من میخوام یک مثلا فیلسوف مشهور بشم یادم میفته، همه چی رو فکر میکنم غیر از اون مسائل همون لحظه درس. این به این میگم پرش ذهن. یعنی ذهن شما انقدر شلوغه، ذهن شما انقدر چیزهای جذابتر تو مغزش هست به درس توجه نمیکنه. بچه ها ذهن ما، من اینجوری مثال بزنم بهتره، مغز ما بیشعوره، نمیفهمه که الان چی مهمتره چی مهمتر نیست، فقط به مثل یک بچه کوچیک فقط به چیزهای جذاب توجه میکنه، هر چی جذابتره. حالا اون لحظه که تو داری درس میخونی اون درس برای تو جذابتره، یا اینکه اون فکری که مثلا فکر میکنی بزرگ شی مثلا چی کاره میشی، چقدر پول در میاری، مثلا کجا وای میسی، قطعا فکرهای جذابتر تو مغزتون میاد. حالا جذابیت ممکنه بد باشه، ما ترس بچه ها برای ما یک فکر جذابه، داره جذبمون میکنه، جذاب یعنی جذب میکنه ما رو، ترس فکر جذابه بچه ها. حالا شما یه سری چیزها میترسی، رغبت به یه سری چیزها داری، اینها همگی اون لحظه باعث میشه که فکر تو بیشتر رو اونها پردازش کنه و رو مطالب درسی که واسه اصلا چرک زشته، یا اینکه عادی هستن، چرک زشت نگیم، بگیم عادیه، خیلی تکراری و عادیه، به اینها توجه نمی کنه. خب رضایی ما باید چه کارهایی انجام بدیم موقع پرش ذهن یا عدم تمرکز؟ یک سری راهکارها هست. یه سری بچه ها هم یه مشکل درسی دیگه که دارن کندخانن بچه ها، میگن که آقا ما یک مبحث رو میشینیم بالای درسه، یه هوی میبینیم که یه ساعت گذشته ما فقط 10 صفحه خوندیم، یه ساعت گذشته، حالا 10 صفحه واسه یه سری بچه ها خوبه، ما هنوز نصف صفحه هم نخوندیم، چیکار باید بکنیم؟ من امروز میخوام یک راهکار بهتون یاد بدم. بچه ها توجه کنید تا آخر این
این که مطلب هم تموم شد، خوب پای گیرنده هاتون بشینید و توجه کنید ببینید دارم بهتون چی میگم. بچه ها من یک نمونه شعر برای شما مینویسم. اینو اگه نمیخونم به خاطر اینکه آخرش میخوام همگی با هم بخونیم. خب همه تو خونه این تمرین رو باید انجام بدن. روش مشاوره ما تکرار و تمرینه. میخوایم تمرین کنیم با هم تا بتونیم اینو یاد بگیریم. بزرگ نوشتم که همه توی ذهنشون بیارن. بچه ها اینو همه با صدای بلند با شماره سه من بخونم و تایم بگیرم برای خودشون. صدای بلند همونجوری که درس میخونی. ببینیم چیکار میکنیم. ببخشید. در کوی نیکنامان ما را گذر ندادند. گر تو نمی پسندی تغییر ده قضا را. یه شعر میخوام تازه من روون خوندم، حالا شعر ممکن توش گیر کنیم. حالا با شماره سه من همه تو دلشون بخونن. یک دو سه تمام. بچه ها یک نکته جالب، دفعه اول که ما با صدای بلند خوندیم نزدیک به 9 ثانیه طول کشید، ولی دفعه دوم که تو دلمون خوندیم اینو 3 ثانیه فقط طول کشید. یه نویدی رو داره به ما میده، میگه اگر ما با صدای بلند بخونیم 3 برابر داریم تایم مصرف میکنیم، و اگر تو دلمون بخونیم به عنوان مثال نسبت به بلند خوندن اینجوریه که اگر یه کتاب رو تو 9 روز قراره تموم کنیم، اگر تو دلمون بخونیم 3 روزه تموم میکنیم. یا مثلا اگر قراره تو 9 روز یه کتاب یک بار تموم کنیم، تو 9 روز میتونیم یه کتاب رو تو دلمون خوندن 3 بار تموم کنیم. فرقش اینه. آقا باید چیکار کنیم؟ تو دلمون بخونیم. گوش کن دانش آموز خوب، توجه کن، ادامه داره. حالا پس ما فهمیدیم که اگر تو دلمون بخونیم سرعتمون بیشتر میشه، ما با سرعت بیشتری میتونیم درس بخونیم. حالا بچه ها آیا ما همین روش رو استفاده کنیم؟ توجه به این یه قسمت خیلی خیلی مهمه. بچه ها یک سری مضرات داره، یک سری محاسن داره. یعنی ما صرفا نمیتونیم بگیم که تو دلتون بخونید یا بلند بخونید. ما وقتی که بلند داریم یک درسی رو میخونیم، این ماهیچه‌های فک ما دائمه در حال کار کردنه. وقتی که ماهیچه‌های فکت کار کنه، ارتباط مستقیم با معده شما داره. احساس گرسنگی میکنید. معده شما فکر میکنه شما دارید یک چیزی رو میجوید. اسید معده شما ترشح میشه. دقت کردی آدامس میخوری گرسنت میشه؟ آدامسه که اصاره گرسنگی نداره که. پس اون آدامسه باعث میشه که فک شما شروع کنه به کار کردن و شما احساس گرسنگی کنی. وقتی احساس گرسنگی میکنی یه ساعت پای درستی نشستی داری با صدای بلند درس میخونی، بعد یه ساعت هی بلند میشی میری تو خونه هی دور میزنی اینجوری در یخچال رو وام میکنی، خدا من گشنمه، غذا ماما غذا آماده نشد، من غذام چی شد، هی میچرخی هی سر خودتو گرم کنی، احساس ضعف کردی دیگه، تقصیر تو هم نیست، تو دانش آموز ضعیفی نیستی. اینا بحث علمی داره همش. بعضی از دوستان ما میگن که خب تو محکوم پای درست بشین. آقا من عدم تمرکز دارم. با خودت صحبت کن، با رویاهات صحبت کن، اینجوری کن اونجوری کن. آقا ول کن، راهکار بده بچه بشینه درس بخونه. ها راهکار علمی وقتی در نیستیم بچه رو بیشتر مجاب به درس خوندن نکنیم. بعضی ها ضعف علمی خودشون رو با تلاش بیشتر بچه ها میخوان جبران کنن. من اینو رد میکنم. من شعارم اینه که اعتقاد به زیاد درس خوندن ندارم، اعتقاد به درست درس خوندن دارم. ببین دانش آموز خوب دارم، دلیل علمی شو بهت میگم. وقتی ماهیچه‌های فکت که احساس ضعف میکنی، شما بهترین راهش اینه که اگر با صدای بلند داری درس بخونی، همون لحظه کنار دستت یه سری خوراکی‌ها رو گذاشته باشی، همون لحظه بخوری. و ضرر دومی که بلند درس خوندن داره چیه بچه‌ها؟ اینه که وقتی شما بلند درس میخونید دم و بازدمتون رو نمیتونید کنترل کنید. یهو میشه که دارید یک مطلبی همینجوری میخونید پشت هم نفستون از بین میره. این ریه شما خالی از اکسیژن میشه و پر میشه از دیوکسید کربن. و اون لحظه است که شما دم و بازدمتون رو نتونستید کنترل کنید، اکسیژن رسانی به خون شما کم میشه
وقتی اکسیژن رسانی به خون شما کم بشه، اکسیژن رسانی یعنی به مغز شما کم شده. از نظر علمی اگر اکسیژن کم به مغز شما برسه، شما در حالت بیحالی و ضعف قرار میگیری و خوابت میگیره. پس دم و بازدمت هم نمیتونی کنترل کنی. شما الان برای 20 ثانیه فوت کنید، ببینید چه اتفاقی میفته. سریع سرتون گیج میره، خوابتون میگیره، میافتید. پس من پیشنهادم برای شما اینه که بچه هایی که با صدای بلند میخوان درس بخونن، این چیزها رو حتما رعایت کن. آقا مضرات بلند درس خوندن اینا بود، فهمیدی؟ خستت میکنه، تایم بیشتری برای شما مصرف میشه، از اون طرف هم بچه ها دموازنتون رو نمیتونید کنترل کنید، خوابتون میگیره. سه تا دلیل برای ضرر بلند درس خوندن من برای شما مطرح کردم. آقا پس با این چیزهایی که گفتی تازه تو دل درس خوندن ما سریعتر انجام میشه، پس بریم تو دلمون درس بخونیم دیگه، صدامون در نیاد. ما تا الان اینجوری میخوندیم. نه بچه ها، توجه کنید بچه ها، من پیشنهادم برای کسایی که اینه که میگن تو دلشون میخونن، زمانی که کتاب جلوشونه تو دلشون نمیخونن، که تو فکرشون دارن درس میخونن. اون لحظه تو فکرت قطعا فکرهای جذابتر توی مغزته. درسته سرعتت بیشتره توی خوندن، ولی یک سفر ممکنه بخونی و اینکه از یک سفر تموم شد همینجوری خیره بشی. همینجوری داره نگام، چون رفتی تو عالم هپروت، کلن از ذهن درسی در اومدی به ذهنهای حاشیه‌ای پیوستی. وقتی ما تو دلمون درس میخونیم قطعا تو مغزمون داریم درس میخونیم، و تو مغز چون فکر جذابتر هست، پرش ذهن و عدم تمرکز برای ما ایجاد میشه. این از مضرات تو دل درس خوندنه، قطعا پرش ذهن. خب چیکار باید بکنیم بچه ها؟ کسانی که پرش ذهن دارن بهتره که از روش با صدای بلند درس بخونن. چطور؟ بچه ها شما با چشمتون دارید درس میخونید دیگه، همینجور با چشم میخونید، هیچ صدایی هم برای شما پیش نمیاد و توی ذهنتون مطالب داره تکرار میشه، ولی یهو میبینید که یک ساعت دارید به صفحه نگاه میکنید، اصلا مطلبی ازش نمیخونید. به این میگن عالم هپروت. حالا من بحثم برای شما اینه که بچه ها توجهات مغز به قسمت شنیداری بیشتر از دیداریه. ما رفتیم تو هپروت، همینجوری داریم نگاه میکنیم. بچه ها اگر ما بخوایم از این حالت هپروت در بیایم، چه اتفاقی باید بیفته؟ یکی میاد بغلمون یه وشکم میزنه، یه صدایی در میاره، فلانی به چی فکر میکردی؟ ها هیچی، معمولا فکرامون رو نمیتونیم واسه کسی تعریف کنیم. هیچی ولش کن. اون صدایه باعث میشه که تو از اون فکرهای جذاب در بیای. خب پس چیکار کنیم؟ یعنی موقع درس خوندن موزیک گوش کنیم، موقع درس خوندن یکی بگیم همین صدامون کنه؟ نمیشه، این اتفاقات نمیفته. بهترین راهش اینه که با صدای بلند درس بخونی. برای کسانی که عدم تمرکز دارن با صدای بلند درس میخونی، وقتی با صدای بلند درس بخونی این صدای دائمه از گوش شما داره مغز شما میپیچه، و شما تا زمانی که صدا توی گوشت بپیچه و مغز شما صدایو بشنوه دیگه تو فکرهای جذاب نمیره. ببخشید بچه ها، شما توجه کنید، مثلا زمانی که خوابید، حتی اگر خواب باشید، صدا اگر بیاد خواب شما جلوگیری میشه. هر فکری داشته باشید اگر یه صدای دیگه بیاد تمرکزتون گرفته میشه. زمانی که پدرتون داره مثلا اخبار گوش میکنه، یه صدای اگر بیاد، یا داره فیلم میبینه، یه صدای یه چیزی، یه برنامه داره میبینه، صدا بیاد میگه آقا ساکن بذار متوجهشم چیه. ولی اگه یک چیزی رو فقط شما نگاه کنید، اگه صدا بیاد هیچ مشکلی ندارید. حالا من اینو دارم به شما میگم بچه‌ها، حتما برای کسایی که تمرکز ندارن بهترین راهش اینه که بیان با صدای بلند درس بخونن. یک، پس محاسنش چی شد؟ یک بار دیگه برای هم مرور میکنیم. با صدای بلند درس خوندن محاسنش شد جلوگیری از عدم تمرکز و پرش ذهن، چون وقتی با صدای بلند میخونی این صدای تو گوشت داره تکرار میشه و مغز شما سریعا به این صدای واکنش نشون میده. مثل اینکه شما تو هپروت یه لیوان بیفته بشکنه، سریع برمیگردی. خیلی وقت شده که ما به یک جای خیره شده باشیم. توجهات مغز به شنیداری بیشتر از دیداریه. پس اگه میری تو هپروت یه صدایی باید بیاد. یک، دو، این درس دو بار داره خونده میشه. یعنی یک بار شما با صدایی که به گوشت میرسه داری به مغزت انتقال پیدا میکنه، یک بارم با چشت به مغزت داره انتقال پیدا میکنه. متوجه شدی؟ پس دو تا راهش هست، از دو طریق، انگار دو بار درس رو شما یاد گرفتی، در حافظه شما این
ثبت میشه. پس این شد خوبیای بلند درس خوندن. پس ولی مذراتش شد، مذراتش شد آقا تایم زیادی میبره برای ما، خیلی زمان بره، خستمون میکنه، ممکنه خوابمون بگیره. حالا منی که انتخاب کردم میخوام بلند درس بخونم چیکار باید بکنم؟ اون کسی که میخواد بلند درس بخونه حتما حتما بچه ها، چون میگه من تمرکز ندارم دیگه باید بلند درس بخونم، حتما حتما تایم درس خوندنشو 45 دقیقه 45 دقیقه کنه یا یک ساعت یک ساعت کنه. چون شما بعد از هر 45 دقیقه که خسته میشی پاشی 10 دقیقه یا آبی چایی خوردنی چیزی بخوری، دوباره اون نیروی تو جریان پیدا کنه، اون اکسیژنه برای شما برگرده، دوباره بشینی پای درست. خب بعضی میگه خب ما این کارا رو کردیم، ولی شما گفتید بیشتر زمان میبره که یه ذره کنتر میشین. بله بچه‌ها کنتر میشید، ولی اون کسی که تمرکز نداره اگر بشینه پای درس و با عدم تمرکز درس بخونه، یه صفحه میخونه خیلی سریع میخونه، یهویی یه ساعت وای میسه، اونم همونطوری کند میشه مثل بلند درس خوندن. پس هیچ فایده ای واسش نداره. شما که داری اون تایمو میذاری بیا با بلند درس خوندن این کارو انجام بده. حالا یه سری هستن میگن که ما خیلی کندیم، تمرکز داریم خیلی کندیم، چه کاری باید انجام بدیم؟ یا اینکه مثلا خسته میشیم، اونها بهتره که میان درسو تو دلشون بخونن. بهترین کاری هم که میتونن بکنن یک ساعت و نیم یک ساعت و نیم درس ها رو بزن، اونا بیان تو دلشون بخونن، قطعا موفق تر خواهند بود. بچه ها ما با این بیت شعر خیلی کار داریم، خیلی خیلی ما باید در موردش صحبت کنیم. و اینکه من اینجا غذا رو نگاه کنید، اومدم یه دونه دایره دورش کشیدم که یه غلط املایی داره، یعنی من اینو میدونم. حالا دانش آموزا همه پیش خودشون میگن که آقا اشتباه نوشت رضایی، بلد آقا ما اینو بلدیم، غذا رو بلدیم، ولی این در مورد این غذا ما میخوایم خیلی صحبت کنیم. حالا در مورد توی ادبیات که الان بریم صحبت کنیم و بهتون یاد بدیم، میایم روی این غذا ولی دوباره توضیح میدیم. بچا ببینید من با صدای بلند صحبت کنم نفسم گرفت، خسته میشم، من دو ساعت دیگه قطعا خستم، بعد بخوابم. و به خاطر همین ما میگیم که با صدای بلند کسایی که درس میخونن بعد نیم ساعت نیم ساعت استراحت کنیم. بریم روی مانیتورمون و روی مانیتور صحبت کنیم. و اینکه اولین جزوهمو بچه ها، یک فایل جزوه هست که اون فایل جزوه رو توی کانال براتون میذارن مدیریت، و این فایل رو حتما دانلود کنید بگیرید مطالعهش کنید که ما از اینجا بعد میخوایم روی این جزوه صحبت کنیم. اگر کلاس حضوری بود که ما میمدیم توی کلاس حضوری همه اینها رو توضیح میدادیم و در موردش باهاتون صحبت میکردیم. بریم روی مانیتور. خب بچه ها مهمترین درس عمومی ها درس ادبیاته. خیلی ها بچه ها هستن که اصلا دروس عمومی رو جدی نمیگیرن و اصلا توجه نمیگیرن. آقا ولکن عمومی رو، ما فعلا تو اختصاصی ها ضعیفیم، بذار اختصاصی رو قوی کنیم بعد حالا میریم سراغ عمومی. ولی من حرفم با شما دوست عزیز همینه، شما برای درس عمومی هم کلاس احتیاج داری، هم مطالعه درست حسابی احتیاج داری. بچه ها برید درصد بچه های رتبه رو ببینید، اون کسایی که رتبه های زیر 100 گرفتن هیچ کدومشون نداریم که درصد عمومی هاشون زیر 50 باشه. هیچ کس زیر 500 نداریم که درصد عمومی هاش حتی زیر 70 درصد باشه، همه بالاست. یعنی شاید تو اختصاصی یه چیز تلورانس میبینی، ولی تو عمومی اصلا این اتفاق نمیفته. شما عمومی رو باید، یعنی یک لازمه است، ولی این از این طرف که گفتیم باید 100 درصد بخونی، از اون طرف هم دارم بهت میگم ببین دانش آموز خوب، نقطه ترمز این سری از دانش آموز هاست. ما یه مثال خیلی معروف داریم برای بچه ها، همیشه بچه ها میگیم که آقا مایکل شوماخر رمز موفقیتش این بود، جایی که همه ترمز میکردن گاز میداد. شما تو یک رقابت هستی، تو این رقابت وقتی داری مسابقه میدی فقط خودتو نباید نگاه کنی، اگه به خود بگی آقا همین سرعت مطمئنه نفر آخر میرسی. و ببینید اینا کی ترمز میکنن، کی سرعتشون رو زیاد میکنن. حالا تو توی پروسه کنکور، تو مسابقه کنکور هستی، بعد بدونی رقبات کجا ترمز میکنن، کجا دارن بیش از حد درس میخونن. از مهر به بعد همه میخونن. اول از همه تو تابستون رو باید تا اونجا که میتونی بخونی. آقا حالا فعلا تابستون گرمه، محرمه، ول کن همه اینا رو، ول کن همه اینها. آقا من از همه تو مذهبی ترم، ولی دارم بهت میگم که آقا الان باید درس بخونی. خود امام حسین میگه الان باید درس بخونی.
امام حسین راضی نیست تو درس تو ول کنی بابت اینکه حالا نمی هیئت هم نمیرید عزاداری هم نمیرید چون محرمه حالا فصل درس خوندن نیست مثلا امام حسین ناراحت میشه سوسکمون میکنه نه آقا درس تو بخون تو باید درس بخونیم مطمئنا خودم و امام حسین هم کمکت میکنه حالا بحثم اینه میگیم یکی از نقطه ترمزا همین شهریور کیشکی درس نمیخونه بابا من برای بچه‌های حضوریم که این چند وقت اومدن پیش من الان دهمو جمع کردم تستاشو زدم 11 هم جمع کردم تستاشو زدم کجای کاری تازه میخوای استارت بزنی تموم شد من تیر ما به همه بچه ها گفتم صدای شلیک تیر مسابقه اومده همه شروع کردم به دویدن تو وایسادی من دارم نگاه میکنم حالا برخص دل که اونا رو جو گرفته آقا جو گرفته چون اونا دارم میدونن تو باید بدویی شروع کن به دویدن دیگه بحث که حالا هر چقدر مربی مشاور پدر مادر آقا بدو آقا برو نه الان وقتش نیست میدونی کی راه میفتی شروع میکنی دویدن زمانی که همه رفته باشن از دور به زور میشی میگی وای نکنه بهشون نرسم تازه شروع میکنی بدون و هر چقدر بدویی دیگه بهشون نمیرسی هر چقدر بدویی بهشون نمیرسی چرا باید برسی اصلا تو انقدر صورتت بالا بود که نفر اول بودی وقتی شده که نداری برسی پس نقطه ترمز اولیش چیه؟ شهریور جدی بگیر همین الان هم عقبی استرس نمیخوام بهت وارد کنم ها میخوام واقعیت رو بهت بگم یه سری الان تو خواب آقا ولن زوده نمیدونم اصلا کلاس برم نرم تو اصلا نمیدونی میخوای زندگی کنی یا نه تو اصلا نمیدونی میخوای دکتر شی مهندس شی وکیل شی یا نه تو هنوز بین منشی شدن و وکیل شدن و دکتر شدن وایستادی تو هنوز نمیدونی چی کاری در آینده نمیخوای چی بشی شروع کن فرصت داره میره صندلی تو رو دارن کسای دیگه میگیرن تو تعارف داری میگی آقا من نه من ممنون من دانشگاه نمیخوام برم بهترین دانشگاه رو من نمیخوام من میخوام به هموطنان واگذار کنم شما برید تحصیلات داشته باشید من نمیخوام این چه استدلالیه این چه منطقیه بابا بلند شروع پاد بلند شو استارت بزن همین الان هم دیر شده من واسه آقا همین الان از تعداد دانش آموزه من توی حضوری عقب‌تری توی آنلاین الان همین الان تو استارت بزنی شروع کنی ثبت نام کنی آقا من میرسونم من تا نیمه مهر ماه پایه رو واسه جمع میکنم ولی ما هر جلسه میمه خانم دستیار مدیریت میگه آقا اینجوری اونجوری هنو نمیدم برای مشاوره اینجوری شده آقا کجایی پس استارت بزن همین الان یک نقطه ترمز شهری بر ماهه اولین نقطه ترمز دومین نقطه ترمز دروس عمومی هم بچه ها توجه کن چرا نقطه ترمزه بچه های عموماً بچه ها غیر از 500 تای اول ببین دارم توجه کنید چی میگم غیر از 500 تای اول بقیه به دروس عمومی توجه زیادی ندارن پس رمز موفقیت 500 تای اول همون عمومی هست حالا ما اگر بخوام از اون بقیه بزنیم جلو دقیقاً نقطه ترمزش های عمومی هست میگه آقا فعلاً ولکن عمومی رو من میخوام چند تا مثال هم واسهت بزنم بچه ها ضریب درس عربیات 4 برای بچه های تجربی ضریب درس من حالا یه دونه تجربی رو ریاضیشو مثال میزنم بقیه بچه ها درس هاشون رو حالا ضریباشون رو خودشون در بیارن کدوم شیشه با این مقایسه کنن ضریب بچه های تجربی درس ریاضیشون 6 یعنی شما 4 تا تست ریاضیت برابری میکنه با 6 تا تست ادبیات دخترای گل من پسرای آقای من شما جواب منو بدید آقا من علمم کمه تو کنکور شما به من بگید ببینم 6 تا ریاضی زدن آسون تره 6 تا ادبیات زدن آسون تره یا 4 تا ریاضی زدن قطعا 6 تا ادبیات تو قراره لغت حفظ کنی کاری نداره تاریخ ادبیات زمان فارسی چیزی نیست تا اینکه بخوای بری مشتق و حد حل کنی آقا یعنی ریاضی رو ول کنیم نه توجه کن خنگ بازی در نیار من حرفم اینه که میگم آقا ریاضی رو تو یه حدی میزنی یعنی میرسی مثلا به 70% یه جایی به بعد دیگه میشه اون تمرکز تو سر جلسه دست علم تو نیست جلسه توه حالت خوب داری سر جلسه یا نه گاهی اوقات هم تایم کم میاری آقا تو تایم ریاضی شاید هر سوالو برسی 2 دقیقه حل کنی تایم کم میاری آقا این 30% باقی مونده رو چجوری جبران کنم بیا ادبیات تو صد بزن فهمیدی این میشه نقطه ترمزه طرف هم ادبیاتو پایین زده هم ریاضیشو 70 رتبه نمیاری وای میسی 4000 نه پزشکی قبول میشی نه مهندسی تهران بدبخت میشیم یا بشینم دوباره بخونم آره بشین دوباره 100 سال دیگه بخون همون راهو دوباره بری همون میشه دیگه
دیوانگی انجام دادن کارهای قبلی و منتظر نتیجه جدید بودنه. مگه میشه؟ تو همون کار قبلی رو انجام بدی. آقا من بنز میخوام. من میخوام فردا سوار بنز شم. اوکی. حقوقت چقدره؟ 3 میلیون تومان. با همون 3 میلیون تومان دوباره فردا با همون 3 میلیون تومان داری کارم که بنز قان. نه. تو داری همون کار قبلی رو انجام میدی ولی نتیجه جدید میخوای. اپرای میخوای بالانس بنز. بعد حقوقتو از 3 میلیون برسون به 5 میلیون. حالا تو ادبیات تو داری یه جوری درس میخونی که هر سال 60 بزنی دوباره سال دیگه من میخوام من پزشکی قبول شم. تو همون پرایدر دوباره میخری. افتاد؟ پس بعد روش مطالعه تو اگه ما میگیم مشاوره همین چیزاست که میخوام بهت یاد بدیم. پس شد بچه‌ها 25 تا تست داره ادبیات. 25 تا تست داره. اولین درسی که شما توی دفترچه سوال‌ها میبینید بچه‌ها درس ادبیاته. درس ادبیات ببخشید من یه ذره فکر میکنم گلوم خوش شد. بچه‌ها درس ادبیات اولین درسی که شما تو کنکور باهاش مواجه میشید. یعنی شاخ کنکور شماست. من فقط اتاق فهمان چقدر تایم دارم؟ ببین من حرفم با شما اینه. اولین درس شما اون شاخ کنکور شما ادبیاته. پس اگر ادبیاتو شما درست حسابی بتونی جمع جور کنی، درست حسابی بخونی، سر جلسه ادبیاتو با درصد بالا ازش خارج میشی. و اون موقع است که با روحیه والا میرو درسای دیگه. حتی اگر درس بعدی هم ضعیف باشی میتونی در سوالاتی که آسون یا سخت باشن رو جواب بدی. ما وقتی که ورزش میکردیم یه اعتقاد داشتیم. میگفتیم که آقا شرایط مسابقه با شرایط تمرین فرق میکنه. شما گاهی اوقات در شرایط مسابقه اگر حالت بالا داشته باشی میتونی نتیجه بگیری. بازی ایران پرتغال رو شما یه دقیقه تو ذهنتون بیارید. تو بازی ایران پرتغال تیم ملی پرتغال قطعاً هم بازیکناش، هم مربیش، هم پایه‌ریزی آکادمی کشورش، همه چیزش از کشور ما جلوتر بود. چرا با تیم ما مساوی کرد؟ به یک دلیل. اون لحظه شرایط مسابقه بچه‌های ما بالاتر بود. تو اون روز مسابقه ما بچه‌های تیم ملیمون قوی‌تر بودن. شاید 50 تا دیگه مسابقه می‌دادیم ما از اون تیم می‌باختیم. تو اون روز شرایطشون بالا بود. برای روز کنکور باید شرایط خودتو بالا نگه داری. پس ما گفتیم 25 سوال داره. این 25 سوال 1 تا 25 شماست. ضریب 4 داره و اینکه شامل 3 تا پایه شما میشه بچه‌ها. برای پاسخگویی به هر سوال ادبیات میانگین 43 ثانیه وقت دارید. طبق تحقیقاتی که گروه آموزشی و مشاوره ما دو بنیان دانش انجام داده این به این نتیجه شما 43 ثانیه برای هر سوال وقت دارید. بله بله الان میریم سراغش. کاغذ دادن، پاکت دادن، بعد ما الان چشم اونم میریم. 43 ثانیه وقت دارید، یعنی 18 دقیقه برای کل سوالات ادبیات، یعنی 25 سوال وقت دارید. بحثی که تا حالا تجربهشو نکرد. بچه ها ما بریم ببینیم سوال بچه ها چیه. من تا اینجا رو گفتم، حالا میخوام ادبیات رو شروع کنم، سوالات بچه ها رو بپرسم، در موردشون صحبت کنیم، ادامه صحبت ها رو دوباره بیایم ببینیم. خب چند تا سوال شده. یکی گفته که ما از کجا میتونیم جلسه قبلتون رو ببینیم؟ اینو حتما من بگم که من توی سایت معرفی کنم بچه ها. از توی ضبط میشه توی هم پیج بنیان دانش شما بچه ها، حتما برید اونجا عضوشید. همین امروز همگی پیج اینستاگرامی بنیان دانش برید اونجا، تمام فیلم ها رو اونجا براتون میذارن از فردا. و از اون طرف هم لینکی که حالا اگر توی اینستاگرام نباشه، لینکی که شما قرار اونجا مثلا برید فیلم ها رو به صورت آفلاین ببینید اونجا هست. قطعا مشاوره درس گذشته منم اون تو هستش. ببینیم بقیهش. خب سوالا خیلی زیاد شد، فکر میکنم ما بعد یه استوب وسطش میدادیم سریع سوالا رو جواب میدادیم. حالا سوالا خیلی زیاد شد. خب
خب استاد هزینه های کلاس شما چقدر است؟ من در جریان نیستم، حتما با خود مجموعه هماهنگ شید، هزینه ها رو خدمتتون میگم. عرضم به حضورتون که یه نفر پرسیده که برای ساعت مطالعه چی کار کنیم. چشم، حتما من اینو یادداشت کنم که برای ساعت مطالعه هم توضیح بدم، چون دونه دونه باید توضیح بدیم بریم جلو. برای ساعت مطالعه دیگه بقیه کامنت ها رو بخونیم. استاد کلاس های شما شامل چه چیزهایی است؟ بچه ها ما کلاس هامون شامله، من اصلا کلن توضیح بدم، شما برنامه ریزی هفتگی دارید بچه ها، یعنی شما هر هفته شما برنامه میگیرید از گروه آموزشی ما، از تیم مشاوره ما، هر هفته جلسه مشاوره انگیزشی و کارگاه مطالعه دارید. یعنی هر هفته شما همینجوری که من اومدم الان بهتون دارم مشاوره میدم، هر هفته سر کلاس مشاوره قراره بشید، مشاوره بگیرید، انگیزه بگیرید و راهکارهای مطالعاتی که تا آخر سال ما باهاتونیم، یعنی تا شب کنکور باهاتونیم. پس چون برنامه تحصیلی هر هفته از ما میگیرید، کارگاه های مطالعه، مشاوره انگیزشی در کنار آزمون های مشاوره که از برنامه ای که ما به شما دادیم، اون برنامه رو ازتون آزمون میگیریم. تعداد تست روزانه برای هر درس چقدر کنه؟ برای هر درس نمیگیم، ما کلن برای کل روز دانش آموزی که مستر و ماهر شده باشه، نه دانش آموزی که تازه داره استارت میزنه، مستر و ماهر شده باشه بین 150 تا تا 200 تا تست واسهش لازمه، ولی دانش آموزی که تازه داره شروع میکنه بین مثلا 60 تا تا 90 تا تست بعد در روز باید بزنه. چیکار کنیم که برنامه‌ریزیمون پایبند باشه؟ حتما باید یک مشاور داشته باشید، یعنی مشاوری که میتونه اونجا مور اماس بکشه بیرون و مثل یک چجوری بگم زندانبان بالا سر شما باشه و به شما گیر بده و اذیتتون کنه شما تا شما درس بخونید. این پایبندی حتما شما نیاز به یک مشاور دارید. و از اون طرف که بچه ها حتما هدفهای کوتاه مدت برای خودتون بنویسید تا بتونید به برنامهتون پایبند باشید. یعنی آقا من امروز که مثلا آقا من میگم بنز میخوام، بنز چقدر؟ 1 میلیارد تومان. حالا من برای 1 میلیارد تومان چیکار کنم؟ الان که 1 میلیارد ندارم، پس من اول از همه برای سرمایه گذاری مثلا تو فلان زمینه 10 میلیون احتیاج دارم، برم 10 میلیون رو جمع کنم، میرم 10 میلیون رو جمع کنم، پس هدف کوتاه مدت اول من 10 میلیونه. بعد 10 میلیون رو مثلا تو فلان شرکت سرمایه گذاری میکنم، اون 10 میلیون هم میدونم که تا یک سال 50 میلیون میرسه. همینجوری برنامه‌ریزی کوتاه مدت شما رو به اون بلند مدته میرسونه و پایبند میشید، چون 1 میلیارد رو میگه آقا من نمیتونم نمیرم، بیخیال میشه، ولی 10 میلیونه واسهت قابل لمسه. پس هدفهای کوتاه مدتی که شما رو به هدف بلند مدتتون میرسونه. خب بعضی نظراتشون رو میگم. ما سوال بچه ها اینجا سوالات رو اگر بپرسید، برخی قسمت های خیلی انقدر دیگه بچه ها کامنت داره میاد، من که اصلا تا یکی رو میام نگاه کنم رفته بعدیش. قرابت من خب بچه ها من میخوام کمک بگیرم، هم از خیلی کامنت ها زیاد شده، خیلی کامنت ها زیاد شده، من دونه دونه بخونم. برای دندانپزشکی چه رتبه ای لازمه؟ خب بچه ها این که ما نمیتونیم بگیم کلن دندانپزشکی چه رتبه ای لازمه، حتما حتما شما باید دانشگاهتون رو انتخاب کنید، دانشگاه روزانه، دانشگاه کدوم شهری، پردیس بین الملل باشه، آزاد باشه، همه اینها رو باید برای خودتون در نظر بگی. یه کتاب تست خوب معرفی میکنه برای چه درسی؟ برای چه درسی بچه ها اینو بپرسید که برای چه درسی ما کتاب تست خوب برای شما معرفی کنیم. عرضم به حضور شما که برای ریاضی و فارسی، برای ریاضی کتاب مهرماه خوبه، میکرو طلایی هم خوبه، برای فارسی هم کتاب نشر الگو بچه ها، کتاب نشر الگو خوبه.
کتاب تست عمومی هم الان براتون معرفی میکنم، برم سراغ ادبیات دوباره همه رو براتون معرفی میکنم. یا اول فرض، یعنی همینجور داره کامنت میاد، فکر میکنم بی سابقه است، بی سابقه است. خدا رو شکر که بچه ها اینقدر بچه های معناداری هست. من همینجور دارم نگاه میکنم کامنت ها رو حفظ کنم. یکی از دانش آموز ها گفته که استاد من شاگرد سه سالتون هستم، از سال دهم با شما بودم، الان که وارد سال کنکور شدم سال دهم و یازدهم به کمک شما عالی جمع کردم. اولش همینجوری استرس دادید به ما ولی الان نتیجهشو میبینم. استاد عاشقتونم. بله، البته عشق استاد شاگردیه. خیلی ممنون، خیلی ممنون خانم سارا وحیدی. خیلی خوشحالم که به سقف آرزوهاتون رسید. فکر کنم تو کامنت ها هم هست کامنتی که گذاشتن. خیلی خوشحالم که به سقف آرزوهات رسیدی و قطعا خانم وحیدی، قطعا تمام دانش آموزانی که به حرف ما گوش کنن به اون نتیجه میرسن. ببین من مشاور اومدم دارم بستر رو برای شما فراهم میکنم. یه دونه رو بندازی روی کاشی، روی میز، هر چقدر آب و دونه بدی رشد نمیکنه. آقا اینجا بستر رشد فراهم نیست، ولی توی گلدون کوچیک بذاری با کمترین خاک قشنگ اون رشد میکنه و میاد بالا. ما بستر پیشرفت رو برای شما فراهم میکنیم بچه‌ها. این بستر خیلی مهمه. حالا من حرفم با شما اینه که اون دانش آموز خوبی که این کامنتو گذاشته بود یا سه چهار تا دیگه خوندم، دیگه انقدر کامنت ها زیاده که من اصلا دیگه فرصت نمیکنم نگاه کنم. حالا سعی میکنیم شب اینا رو نگاه کنیم، توی جلسات مشاوره همه اینا رو ما پاسخ میدیم. یعنی همه سوالهاتون بچه ها پاسخ داره، همشون پاسخ داره، ما توی جلسات مشاوره حتما اینا رو پاسخ میدیم. ولی اینو میخوام بهتون بگم که من همه این حرفا رو واسه همه میزنم، یه نفر میگیره. یه سری خودشونو زدن به خواب، یه سری هم خوابن واقعا. اون کسی که خوابه شما پیش کنی بیدار میشه، ولی کسی که خودشو زده به خواب با لگد هم بزنی بیدار نمیشه، نمیخواد که بیدار شه. پس قطعا دانش آموزی که من الان دارم بهش استرس میدم میره چند برابر درس میخونه، میفهمه که آقا الان وقت درس خوندنشه. چون من اگه استرس میدم، درد رو به تو میدم، دوارم در پشتش قطعا برای شما کنار گذاشتم. یه چند تا کامنت دیگه بخونیم. خب بله، اکثرا سوال ها در مورد اینه. بچه ها در مورد تربیت معلم پرسیدن. خب الان وقتش نیست، شما باید کنکورتون رو بدید، رتبتون بیاد، بعدا اون موقع انتخاب کنید. برای تربیت معلم میگن رتبه، چه رتبه میخواد؟ تربیت معلم دو برابر ظرفیت زنگ میزنه به بچه ها. وقتی که شما انتخاب رشته میکنید، تو انتخاب رشتهتون هست، زنگ میزنه، دعوت میکنه، مصاحبه میکنه. پس رتبه خاصی نداره، از اون بهترین ها زنگ میزنه، دعوت میکنه اون کسایی که تربیت معلم زدن. حالا تو اون مصاحبه ممکنه رتبه 7000 برای تربیت معلم قبول شه، به رتبه 1500 توی مصاحبه قبول نشه. اوکی؟ پس اون مصاحبه رو حتما داره. اوکی اوکی اوکی. گفتن کلاس میخوایم بریم برای دهم و یازدهم، از کی شروع کنیم؟ قطعا از همین الان شروع کنید. از همین الان هم دیر شده، الان دوباره در موردش توضیح میدم. دیگه خب بریم برای ادامه مشاوره. فکر میکنم تمام سوالاشو دیگه چه کتابی بگیریم، چه آزمونی شرکت کنیم. بله همه اینا رو الان بهتون توضیح میدم. بریم ادامه مشاوره، بریم ادامه مشاوره. بیایید اینجا، بیایید اینجا، همه حواسا به من. تایم چقدر داریم؟ 20 دقیقه تقریبا، فکر میکنم 20 نیم ساعت شد. مثل اینکه استقبالا بالا بوده، بچه‌ها تایم خواستم. چشم، تایم میذاریم واسهتون، مخلصتون هم هستیم به شرطی که درس بخونید. گفتم بهتون همین الانم خیلی عقبید، خیلی خیلی عقبید، ولی خب باید یه ذره خودتون رو جمع جور کنید دیگه. بچه‌ها با همین سبک و سیاق نمیتونید پیش برید. بچه‌ها 43 ثانیه برای هر سوال ادبیات شما وقت دارید. 43 ثانیه. حالا میانگینش رو بخوایم بگیریم میشه 18 دقیقه وقت دارید. 25 تا سوال ادبیات تا حالا این کارو نکردید. حالا تسا هستم توی بخش‌های مختلف. من حالا یه حرفی میخوام بهتون بزنم، من اینو میخوام بهتون بگم بچه‌ها، یک تعداد تست هست که ما توی ادبیات با اینا مشکل میخوریم. ما اومدیم میانگین گرفتیم، یک قسمت رو خیلی خوب توجه کنید، میخوام توضیح بدم بچه‌ها. میانگین رتبه های زیر 200
در کنکور سراسری بین 60-70% و میانگین کسانی که در رشته تجربی و ریاضی توانستن در رشته های روزانه پذیرفته شدن حدود 40% است. رشته های روزانه یعنی چی؟ یعنی تا 1000-1500. این یه حرفی داره ما میزنه، میگه یعنی ما خاک بر سر من مشاور، خاک بر سر من که نتونستم بچم اینو حالی کنم، که آقا تو حتی 40% هم نمیتونی بزنی. تو اگر 40% میانگین میزدی تو ادبیات، رتبت میومد روی 1500، روی 1000، 40%. میگه آقا شما پیش خودتون فکر میکنید که اگر بخوایم زیر 100 شیم دیگه باید 100 بزنیم ادبیاتو، دیگه باید نمیدونم 90 رو بزنیم. میگه آقا میانگین بچه های زیر 200 60-70%. میفهمی یعنی چی؟ یعنی شما 60% ادبیاتو تو بزنی، درصد دیگه هم به همون میزان بزنی، شما زیر 200 تو گرفتی رو سقف آرزواتی. 60%، 70%. یعنی اینو میخواد بگه، میگه آقا بچه های دیگه نمیزنن. تراز و درصد یعنی چی؟ وقتی یارو با 60-70% میاد زیر 200 قرار میگیره، یعنی ادبیاتشو فقط انقدر زده، حالا درصد دیگه ممکنه بالاتر زده باشه، 60% یا 70% زده، یعنی بچه های نخبه ما و بچه های قوی ما زیر 200 ها بین 60-70% بیشتر نمیتونن بزنن. یه تعداد میزنن، یه تعداد نمیزنن. میانگین یعنی یه تعداد پایین‌تر زدن. پس ما با یک برنامه‌ریزی درست میتونیم اینو سد کنیم برای خودمون. پس ادبیات درسی که معمولاً ازش رتبه و تراز نمیتونن بیارن، ما الان میتونیم اینو واسه خودمون سد کنیم. من اینجام که به شما یاد بدم چطوری میتونید درسو سد بزنید. بریم برای سد زدن این درس. ببینیم چجوری میتونیم درسو سد بزنیم. تست‌های ادبیات در کنکور سراسری میتونن به 6 دسته تقسیم، که در سال‌های اخیر تعداد تست تقریباً ثابتی به هر بخش اختصاص داده شده است. یه جدول بچه‌ها اینجا. نگاه کنید اینجا رو. اگه واسه تون واضح هست. ما آمدیم از سال 88 تا سال 95 و المانش رو واسه تون کشیدیم. حالا تو جلساتون مشاوره سال 95 تا 99 هم بهتون توضیح میدیم. بچه‌ها 6 تا آیتم دارید شما توی کنکور. برای درس کنکور، برای درس ادبیات تو بحث کنکور دو تا ملاک هست. میگه آقا ما موضوعی باید این درس رو بخونیم یا باید درس به درس این درس رو بخونیم. خیلی مهمه ما اینو حتما بدونیم. بعضی از معلم‌ها میان درس به درس درس میدن. درس به درس یعنی اینکه آقا مثلا میاد درس 1-10 درس میده، تمام زمان فارسیش هم درس میده، تمام قرابتش رو درس میده، تمام مثلا آریهش رو درس میده، بعد میره درس 2. سبک بعضی از معلم‌هاست. بعضی معلم‌ها میان موضوعی درس میدن، میگن آقا ما اصلا متن درس کاری نداریم، ما اول میریم درس به عنوان مثال آرایه‌ها رو درس میدیم، آرایه‌ها تموم شد قرابت درس میدیم، قرابت تموم شد زبان فارسی درس میدیم، موضوعی درس میده. حالا پیشنهاد من پوی رضایی مشاور چیه که 12 سال سابقه مشاوره دارم، بزرگترین همایش‌های انگیزشی رو توی دانشگاه شهید بهشتی گذاشتم، بزرگترین اردو مطالعاتی رو دانشگاه خواجه نصیر داشتن، مشاور بزرگترین مجموعه تهرانم. من پیشنهادم برای شما اینه که آقا برای درس ادبیات اول اینها رو درس به درس بخونید، بعد بیاید موضوعی تست بزنید. آها، پس از هر دوتاش استفاده کردیم. هر کدومش فقط صرفا همون باشه قطعاً عبث، قطعاً با شکست روبرو میشه. آقا ما فقط درس به درس بخونیم شکست میخوریم، ما فقط موضوعی کار کنیم شکست میخوریم. پس درس به درس میخونیم، وقتی درس به درسمون تموم شد، یعنی همه دو تا پایه یا سه تا پایه تموم کردیم، موضوعی شروع میکنیم تست بزنیم. البته در کنارشون هم میتونیم تست بزنیم موضوعی. مثلا وقتی دهمو تموم کردیم رفتیم 11 درس به درس بخونیم، موضوعیای دهمو ما تستاشو بزنیم، یعنی قرابتای دهمو بزنیم، آرایه‌های دهمو بزنیم، زبان فارسی دهمو بزنیم. این کارو میتونیم بکنیم. پس این روش مطالعه برای ادبیات. بچه‌ها موقع خوندن ادبیات خیلی خیلی مهمه. شما باید یه دفتری کنار دستتون داشته باشید و یادداشت برداری کنید. لغت‌های مهم، خلاصه‌های مهم، همه اونها رو باید یادداشت برداری کنید که الان تو قسمت بعدی بهتون توضیح میدم. بچه‌ها نگاه کنید از لغت و املا، واژگان. سال 95 سه تا سوال اومده، 94 سه تا، 93 سه تا، 92 سه تا، 91 سه تا، 93 سه تا، 89 سه تا، 88 سه تا. پس قطعاً 99 هم سه تا،
قطعاً 1400 هم سه تا. همیشه سه تا اومده. املا هر سال دو تا اومده. پس قطعاً دو سال میاد. ولی بچه‌ها اینا دوباره بهتون میگم اینا دو عضو جدا ناشدنی از همدیگن. چطور؟ یعنی نمیان املا رو جدا از واژگان معنی واژگان بدن. میان میگن با توجه به معنی کلمات مثلا جواب مثلا سوال زیر رو جواب بدید. با توجه به معانی کلمات آیا املای سوال زیر درست است یا نه؟ بریم روی تخته من اینو توضیح بدم. بریم روی تخته. خوب توجه کنید. من اینجا می نویسم. به عنوان مثال بچه‌ها اعتقاد دارن که برای حفظ کردن لغات همون روش سمایی که این چند وقت داشتن استفاده میکنن کافیه. بچه‌ها سوال 1 تا 5 شما میشه لغت و املا. اصلی ترین سوال‌های شما تو کل کنکور، یعنی از سوال زیست، فلسفه منطق، ریاضیتون، همه چیز مهمتره. چرا؟ میگم اگر تو این 5 شوی اول خراب کنی، بقیهشو با ذهن خراب حل میکنی. اگر درست حل کنی، با روحیه بالا بقیهشو حل میکنی. حالا توجه کن. 5 سوالی که مفت میتونی درصدشو بگیری. آقا 5 تا 25 میشه 1/5. یعنی شما همین الان میتونی 20% بذاری جیبت. گفتم میانگین زیر 1500 چنده؟ 40%. پس الان 20%شو با حفظ لغتی که بهت یاد میدم بزن. من معلم ادبیات نیستم ولی راهکارشو میخوام بهت یاد بدم. با حفظ لغت ادبیات بزن. آقا تو وقتی الان میخوای لغت بخونی اینجوری میخونی، فقط میری آخر کتابا رو میخونی و فقط و فقط میای مثلا یه سری کتاب بهت معرفی کردن کمک درسی، فقط اونو میری لغتاشو میخونی. آقا این جواب نمیده. چرا؟ چون میگه با ترجمه معنی کلمات املا را پیدا کنید. خب یعنی چی؟ یعنی این که من الان پیش خودم رفتم خوندم ثواب 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 پاداش ثواب پاداش ثواب پاداش، اینا میان روی یک سری کلماتی که املای متفاوت داره ولی معنی یکی داره کار میکنن، یا اینکه یک املا داره دو تا معنی داره خیلی کار میکنن. شما خوندی ثواب پاداش ثواب پاداش ثواب پاداش، روز کنکور سوال واسط میاد ثواب مساوی با پاداش. حالا چه سوالیه؟ گفتم چقدر وقت داری؟ 43 ثانیه. اولین سوالته. مگه همینجور تو کلی یه سوال میسه ثواب پاداش؟ تو هر گزینه میاد بازد 15 تا کلمه میذاره. 4 تا گزینه داری، 60 تا کلمه از دونه دونه بخوای اینا رو تو کلن تایمت گذشته. حالا فکر کن سرش بخوای شک کم بکنی، یه کدوم بلد نماشی نمیتونی جواب بدی. حالا تو خوندی ثواب پاداش ثواب پاداش ثواب پاداش، میاد میرسه ثواب پاداش، سریع داری حل میکنی دیگه. دنبال این اولین سوال کنکور سریع جواب بده. ثواب پاداش تو ثواب پاداش تو ذهنت ثبت شده ثواب پاداش، در صورتی که این ثواب میشه پاداش. حالا ما اینو میایم کدگذاری میکنیم، این 3 نقطه با این 3 نقطه ثواب پاداش، این ثواب غلطه، ردش میکنیم. بعد چیکار کنیم؟ بچه ها املا یعنی همون دیکته. یادتون باشه از بچگی دیکته میخواستید بنویسید، املا میخواستید بنویسید، چیکار میکردید بچه ها؟ حواستون بود به این قضیه؟ چه کاری انجام میدادید؟ از بچگی وقتی که شما میخواستید املا بنویسید میرفتید، ببخشید، امتحان املا میخواستید بدید، میرفتید خونه برای یادگیری کلمات از روی کلمات مینوشتید. شما اگر از همون اول ابتدایی میرفتید کلماتو میخوندید و مشق نمینوشتید، املاها رو یاد نمیگرفتید و خوندن نمیشتن امروز بلد نبودید. یه کلمه خیلی ساده است برای شما. پس من امروز پیشنهادم برای شما همینه. برای این که بتونید 5 تا تست اول ادبیاتو بزنید بچه ها باید کلماتو بنویسید. چطور بنویسیم؟ آقا درس 1 بسم الله الرحمن الرحیم، درس 1 ادبیات شروع میکنم به خوندن، هر جا لغتش فکر میکنم سخته، مشکله، تو کنکور میاد، من مشکل دارم یا هر چیز دیگه، اونو استخراج میکنم، میام تو دفتر خلاصه نویسیم وارد میکنم، مینویسم معنیش شلوش، دوباره میخونم عبارت، یا اصلا گاهی اوقات عبارته، عبارته سخته، عبارتو خارج میکنم مینویسم، کلمه بعدی مینویسم. وقتی که کل دهمت تموم شد، حالا شما اون موقع یه سری کلمات داری، یه سری کلمات داری، یعنی مهمترین کلمات و سختترین کلمات سال دهمو داری که از نظر تو مهمه، نه از نظر مؤلف کتاب. شما الان اگر یه کتاب بخرید، کلماتی جمع شدن که از نظر مؤلف کتاب مهمن، ولی وقتی این کارو بکنی از روی
درس نامت یا همون کتاب درسی بخونی و بری جلو، خودت لغت ها رو جدا کنی و معنیشون رو بنویسی، لغت هایی داری که از نظر تو مهمن و برای تو سخت بودن و اون موقع فکر کنم همه رو پشت هم بخونی کامل اینو یاد بگیر. بچه‌ها با نوشتنه که شما میتونید املا یاد بگیرید. من خودم تا چند وقت پیش توی یه سری چیزا خیلی مشکل داشتم. مثلا یادمه که غضنفر رو بچه‌ها من بلد نبودم بنویسم تا همین 4-5 سال پیش. خیلی هم واسم مشکل بود، اصلا خجالت میکشم. تا یه جایی که گفتم آقا بالاخره باید ریشه کنش کنم دیگه، اومدم کلمه غضنفر یه صفحه روش نوشتم تو سن مثلا 26-27 سالگی. الان که ما 30 رو رد کردیم، 32-33 سالمونه، اون موقع اومدم این کارو کردم و بالاخره غضنفر رو یاد گرفتم. شما اگه بخواید یه کلمه رو یاد بگیرید باید از روش بنویسید. آقا مگه تعارف داری؟ مگه غیر از اینه که میخوای درس رو سرد بزنی؟ یه دونه تست تو ممکنه 500 تا رتبه تو جابجا کنه، 500 تا این بر اون برشی. پس من دارم بهت میگم اون یه دونه تست هم واسهت مهمه. آقا پس ما کلماتو اگه بریم خودمون جای دیگه بخونیم بعدش بنویسیم جواب میده؟ خیر. بچه ها کلمات باید در قالب جمله قرار بگیره تا شما بتونید یادش بگیرید، تا بتونید نقششو پیدا کنید. نگاه کن، غذا، این غذا اگر از این جمله بیاد بیرون معنیش درسته یا نه؟ بله غذا الان درسته، معنیش یعنی تغذیه، خوراک. حالا وقتی در قالب جمله قرار میگیره در کوی نیکنامان ما رو گذرن، اگر تو نیپسندی تغییر ته. آقا غذا ما باید تغییر بدم تا بشم از نیکنامان غذا خوردنیمو؟ نه. پس اینجا میفهمی که این کلمه کامل غلطه. وقتی در قالب جمله قرار بگیره شیر 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 معنیش عوض میشه. پس اگر شما کلماتو در قالب جمله بخونید همون موقع در یادگیری بیشتر اون کلمه به شما کمک میکنه. پس به خاطر اینه که من میگم یک بار درس به درس بخونید همه رو، کلماتو استخراج کنید، کلماتو یاد بگیرید، نقشش در کلمه یاد بگیرید، بعد یک بار همه رو موضوعی تست بزنید. ما این توضیح ها رو دادیم که اینا همه کامل شه و بتونید یاد بگیرید. بریم ادامش. خب این از واژگان. فهمیدید که آقا خیلی مهمه. 20% من بهتون گفتم قشنگ میتونید تستشو بزنید. قسمت بعدی چیه؟ دستور زبان و نگارش. ما میتونیم ببینیم دستور زبان و نگارش هر سال 5 اومده، الان نزدیک به شاید بیشتر هم بشه، 5-6 شاید بیاد، به خاطر اینکه بچه تاریخ ادبیات از 3 نزول کرده به 1 دونه رسیده. 5 هر سال اومده، تاریخ ادبیات 3 اومده که الان 1 دونه میاد. تاریخ ادبیات شما نظام جدیدا دیگه واقعا با این نظام قدیما متفاوت شده، خیلی کمتره. آرایه 3 تاست، صعود کرده بچه‌ها آرایه به 4 تا و گاهی اوقات 5 تا، یعنی از دستور زبان ممکنه کم شه به آرایه اضافه بشه. قرابت معنایی 9 تا بچه‌ها، یعنی اصلی ترین قسمت شما قرابت معنایی که ما بریم تو قسمت پایین‌تر توضیح بدیم هر کدومو چطور و چه شکلی باید بخونیم. خب لغت‌ها رو که همه رو بهتون توضیح دادم، متن که واسه تون نوشتم واسه تون بخونم، اونایی که واسه شون واضح نیست هرچند جزبه رو بعدم واسه تون میذارم. لغت و املا گفتیم کلن 5 سوال میاد، از لغت معنی کلمه یه دونه از دهم میاد، یه دونه 11 میاد، یه دونه 12 میاد. علاوه بر لغات ستاره داره انتهای کتاب درسی، از لغات داخل متن نیست، در کنکور تست مطرح میشه، ولی که تاکید اصلی طراحان سوال لغت‌های ستاره دار انتهای کتاب است. منبع کتاب درسی که بچه ها برای ادبیات میتونید استفاده کنید کتاب نشر الگو، کتاب خوبیه. املا دو تا تست میاد که با هم گفتیم جمعا میشه 5 تا. علاوه بر واژگان املایی کتاب زبان فارسی 3، واژگان دیگر متن کتاب درسی ادبیات نیز مورد سوال قرار میگیرن. در بین واژگان هم آوا و هم خامیده بسیار مورد توجه قرار میگیرن که توضیحش بهتون دادم. برای تسلط بر روی املا واژگان باید نوشتن آنها رو بارها تمرین کرد، که گفتم آقا باید اینها رو بنویسید. تاریخ ادبیات ماهیت حفظی بچه‌ها 3 تا تست میومده توی نظام قدیم، توی نظام جدید یه دونه تست میاد. برای تسلط بر این بخش باید یک کتاب کمک آموزشی مناسب را به شیوه تجمعی و منظم در طول سال مطالعه کنید. بچه‌ها قرن‌ها توی کنکور نمیاد، تو تاریخ ادبیات قرن‌ها نمیاد، ولی یکی از روش‌های حفظ کردن قرن‌بندیه
یعنی بیاید شما مثلا شاعران و نویسندگانی که بیاید مثلا قرنبندی کنیم، مثلا قرن 4، قرن 5، قرن 6، قرن تا معاصر. حالا شاعرانی که تو قرن 4 هستن همگی بنویسی، آثارشون رو بنویسی، شاعرانی تو قرن 5 هستن همه رو بنویسی، آثارشون رو بنویسی. وقتی همه اینها رو دسته‌بندی کردید، من اینو وسطش یه چیزی بگم بچه‌ها، سختی تاریخ ادبیات به خاطری که شما توش گم میشید. یه دونه از قرن 5 بهتون سوال میدن، یه دونه از قرن 12 سوال میدن، ولی وقتی که همه رو بدونید سبک هاش رو میفهمید که شبیه هم دیگه است. یعنی قرن 4 شبیه همن، قرن مثلا 10 هم شبیه همن، این سبک هاش هم شبیه همیشه. پس قرن بندی کنید، هر چقدر قرن توی کنکور نمیاد، پس قرن بندی رو زیرش می‌نویسید، وقتی کامل شد نسبت به قرن اینا کلید گذاری میکنید و یاد میگیرید تاریخ ادبیاتو. بیشتر حفظیه. ما معمولا تاریخ ادبیاتو نمیخونیم تا دو ماه مونده به کنکور. یعنی تو ادبیات چیزهای دیگر رو خیلی کار میکنیم، تاریخ ادبیاتو دو ماه مونده به کنکور میخونیم و همون موقع یادش میگیریم. بچه ها آرایه های ادبی ماهیت مهارتی داره، آرایه دیگه حفظی نیست. به عقیده بسیاری از داوطلبان کنکور سراسری توضیح و آموزش کتاب درسی در بخش آرایه‌ها کافی و مناسب نیست. بنابراین از ابتدای کتاب کمک آموزشی خوب تهیه کرد، پس از مطالعه بخش آموزش و حل تست فرار و تسلط کافی در این بخش میرسیم. بچه ها ما برای اینکه اون کسی که میخوان تست آرایه رو بزنن، قدیما گفتیم کتاب آرایه‌های ادبی بچه های انسانی رو بگیرن تو نظام قدیم. توی نظام جدید توی قسمت علوم فنون ادبیشون یه قسمت آرایه داره، بچه‌هایی که میخوان صد بزنن ادبیاتو اون قسمتو بخونن، خیلی کامل گفته. یعنی بچه‌های انسانی آرایه‌هاشون خیلی کامله، از اون کتاب میتونن استفاده کنن. ولی اگر کلاس هم ثبت نام کنن با کلاس پیش برن، معلم‌ها اینا رو آرایه رو واسهشون صد میکنن. به نظر من راحت بهشون آموزش میدن و اینا یاد میگن. یه سری راهکارها داره، یه سری کدها داره که اونا رو بهتون یاد میدن و شما قشنگ آرایه‌های ادبیو میزنید. ولی بچه‌ها من قبل از اینکه زبان فارسی رو توضیح بدم میخوام که تناسب مفهومی یا قرابت معنایی رو توضیح بدم. چرا؟ چون آرایه‌های ادبی و قرابت معنایی دو عضو جدا ناشدنی از هم دیگن، مثل همون لغت و املا. چطور؟ بعضیا میان میگن که آقا ما قرابت معنایی نمیتونیم بزنیم، هر چقدر هم میخونیم نمیتونیم کار کنیم. چند تا المان داره قرابت معنایی برای اینکه شما بتونید تستشو بزنید. یک، قرابت معنایی باید یک شمع ادبیات بالا داشته باشه. میخوام بهت بگم همه اینا به هم وصلن ها. شمع ادبیات بالا داشته باشه. شمع ادبیات یعنی چی؟ دختر خوب من، پسر خوب من، شما الان با کسی که کتاب شعر نخونده، کتاب ادبیاتی نخونده، با کسی که هر شب داره یک شب شعر را میندازه و کتاب شعر میخونه، شمع ادبیاتش یکیه؟ نه، مطمئنا نه. پس کسی که ادبیات 3 سالو 10م 11م 12م از روی متنش خونده باشه، شعراشو خونده باشه، با کسی که متن نخونده فقط سه قرابت معنایی میزنه، شمع ادبیاتش متفاوته. پس قرابت معنایی هم رابطه مستقیم با شمع معنایی داره، شمع ادبیاتی داره. شما اگه شمع ادبیاتی تو بالا باشه راحت میتونید اینا رو بزنید، خیلی راحت میتونید متوجه شید. 1-2 هر چقدر دایره لغاتتون و عباراتتون بیشتر باشه، یادگیری عبارات برای شما بهتر میشه تو ادبیات. پس گفتم اون متنی که داری میخونی به قرابت معنایی به شما کمک میخوره. بعد ببینیم اینجا چی نوشته. به مفهوم کنایی و استعاری واژگان موجود در بیت توجه کنید، زیرا همنشینی واژگان با دیگر واژگان مشخص کننده این است که در معنای حقیقی یا معنای مجازی به کار رفته است. صورت سوال را به دقت بخوانید و منفی یا مثبت بودن آن را مشخص کنید. مفاهیم هر چند کوچک را در هر بیت مشخص کرده و تلاش کنید تا به ارتباط بین آنها پی ببرید. نکته: بیشتر ابیات سوالات قسمت آرایه‌های ادبی و تناسب مفاهیم از خارج از کتاب درسی طرح می‌شوند. حالا می‌خوام بهت یاد بدم، خوب توجه کن. ما میگیم قرابت معنایی به سلام، به 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 آقا برپا تو خونه برپا، سلام علیکم، یالا خوب هستید شما؟ آقای حامرز حسینی هستن، خوب هستید؟ برترین دبیر ریاضی کشور، حالا برای اینکه
خواهش میکنم ایشون یه از این مشاورهای خیلی خوش استایل و خوش تیپ خواهش میکنم آقا من یه چیزی میگم شما تو خونه قضاوت کنید الان دبیرتون آقای حامرز حسینیه بعد از من ما افتخاری داریم در خدمت استاد باشیم آقا فوتبال امروز هست آقا امروز میبازن 6 تا میخورن امروز مثل سال 52 همیشه هم کنه الان 4 سال دیگه حرف از استقلال نمیزنه آقای حسینی استقلالیه منم پرسپولیسی آقای حسینی میگه که همسن منه آقا خودتون قضاوت کنین من تویا چیز بوده مشاور من بوده بچه‌ها بله من مشاور آقای حسینی بودم کنکوری که بودم آقای رضایی مشاور من بود حامرز هر جا باشه تو جمع معلم ها یعنی ما دو سه روز به زندگیمون اضافه میشه اینقدر میخندیم اینقدر ماها رو میخندونه من حامرز رو از ته قلبم دوست دارم بهترین رفیق منه و اینکه من اینجوری بهتون بگم که این حامرز حسینی یک افتخاریه برای کنکور ایشون مدرس برترین آموزشگاه کشور یعنی من به همه معلم‌ها احترام میذارم همه کسایی که تو بنیان دانشجو کلاس‌های دیگه هستن کاری ندارم ولی حامرز خودش اینو بهتر میفهمه که آموزشگاه برتر یعنی چی؟ شاید توی تهران سه تا آقا آموزشگاه برتر داریم دیگه. دو تا. یکیش منم، یکیش هم شمایی. درسته آقا؟ اینا هستن که ما دیگه فرصت کلاس حضوری نداریم به خاطر همین هم ما در خدمت شما در کلاس آنلاین هستیم. ما یه کلاس پایانی داشته باشیم. حامرز جان. سید ما تموم بشه بعد خدمت شما هستیم. مخلص. خدافظ شما. خدافظ. بدون دانی پوی رضایی مرگ نداره. بعد شما بشم. خیلی لطفه. هم پسر خوبی هم خوب پسریه. علی دراش خوبه بچه‌ها. قربونت برم. بعد تو. خب ادامه شو بدیم بچه‌ها قسمت پایانی درسمونه. قرابت معنایی و آلایه‌های ادبی دو ز جدا نشدن. یعنی چی؟ یعنی آقا من اگه بخوام بفهمم معنی اون بیتو اول باید آرایش رو متوجه شم بریم رو دوربین تخته من اینو بهتون توضیح بدم حواستون رو جمع کنید نگاه کن دختر خوب نگاه کن پسر خوب نگاه کن در کوی نیکنامان ما را گذر ندادن گر تو نمیپسندی تغییر ته قذار آقا من قراره قرابت معنی اینو با ابیات زیر پیدا کنم چطور باید پیدا کنم حواست رو جمع کن آقا در کوی نیکنامان معنیشو میخوام پیدا کنیم دیگه در کوی نیکنامان ما رو گذرم یه کوچه‌ای داریم به اسم کوچه نیکنامان که منو سردرش گیتی گذاشته باشن راه ندن خیلی همچین کوچه‌ای نریم پس این در استعاره از یه چیز دیگه داره به کار میره پس چی داره آرایه داره بچه آرایه استعاره داره حالا که من آرایش فهمیدم در استعاره چی در کوی نیکنامان محفل انسان‌های بزرگ معنیشو فهمیدم حالا میام تو بیت‌های زیر میبینم با کدوم قرابت معنایی داره متوجه شدی دارم به چی میگم پس اگر شما آرایه ها رو خوب یاد بگیری توی زدن تست قرابت معنایی خیلی خیلی بهت کمک میکنه حواست رو جمع کن من خودم دانش آموزای برتری که داشتم تو این قسمت خیلی تونستن خودشون رو قوی کنن و 9 تا تست قرابت رو راحت بذارن ما الان اومدیم بهتون گفتیم بچه 9 تا این داشت 3 تا اون 12 تا 5 تا اول 17 تا 17 تا رو 25 تا کم کن تقریبا شما همین الان 70% کنکور راحت میزنی اگر اینها رو با هم کار کنی خب من فکر میکنم که تایم جلسه‌مون امروز تمومه ما امروز تونستیم ادبیات رو به شما بگیم حافظه رو بگیم تمرکز رو بگیم تو جلسه بعد یه قسمت مونده از زبان فارسی زبان فارسی رو میگیم بعد میریم درس بعدی انشالله فکر میکنم درس بعدی که میخوام بهتون توضیح بدیم زبان انگلیسیه بله پس جلسه آینده بچه ها حتما زبان فارسی رو بهتون میگیم زبان فارسی که تموم شد نحوه مطالعه زبان انگلیسی رو بهتون میگیم که تموم شد بچه ها من یه بحثی دارم امروز با شما میخواستم صحبت کنم این که ما همایش هایی که توی شهرستان ها میریم همایش هایی که من خودم میذاشتم خب من سالی نزدیک به 5 تا همایش توی تهران فقط داشتم توی دانشگاه شهید بهشتی و فکر میکنم که توی این سالها نزدیک به شاید 6000 تا دانش آموز دیدم توی 10-11 سال گذشته و این دانش آموز ها همشون یک تجربه ای رو به من دادن همشون بچه ها یک نقطه مشترک داشتن اون کسایی که قبول شدن یک روزشون هم از دست ندادن همین الان هم برای خیلی ها دیر شده ما اینا رو داریم میتون میگیم من تو آموزشگاه های دیگه که دارم فعالیت میکنم بچه ها الان 10 و 11 کامل جمع کردن با تست تو اگر بخوای برسی هم تایم مطالعه تو بعد از اونها بیشتر کنی همین که یک برنامه داشته باشی که بتونی از اونها جلو بزنی بعدش هم ماهایی که جاهای بزرگ کار کردیم با دانش آموزای بزرگ کار کردیم و همایشای بزرگ داشتیم ماها عادت نداریم با دانش آموز کم بریم
من همین وسط که قطعه مدیریت بودم، قبلش هم مدیریت گفتم جلسه آینده حتما باید رکورد 300 تا دانش‌آموز اینجا زده باشه. من نمیام وگرنه اصلا نمیام. یعنی اگه بخوام بیام واسه 10 تا دانش‌آموز، 10 تا دانش‌آموز تلفنی هم میتونم مشاوره بدم، مخلص همتونم هستم، ولی اونا تلفنی مشاوره میدم. ولی اگه قرار بیام اینجا تایم بذارم، علم مشاوره رو بذارم، حتما باید 300 تا بشید تا بتونم ثبت نام کنم. حالا کاری که کردم برای اینکه این 300 تا اتفاق بیفته، یه طرح همیار گذاشته مجموعه که آقا بیاید شما با دوستاتون باید شرکت کنید، یعنی هر کی دوستشو باید برداره بیاره تا بتونید 300 تا بشه. من اینجا رو به عنوان یک همایش هم دارم نگاه میکنم و این همایش هم باید 300 تایی باشه، وگرنه یک بار دیگه تکرار کردم اصلا نمیام، میرم میشینم خونمون. من میخوام بیشتر دانش آموزای کشور بیان استفاده کنن، تا اونجا که امکان داره بیان استفاده کنن از این مطالبی که داریم. یک دقیقه شم بچه ها پای حرف چیزی نذاشیم، همه رو علمی واسه تون صحبت کنیم و همه تون هم استفاده خواهید کرد. پس سعی کنید درسه و دوستاتون رو بیارید تا جمعه. بچه ها یه طرحی رو مجموعه گذاشته برای شما، حالا من توی بحث ثبت نامی زیاد وارد نیستم، ولی یک بحثی رو گذاشته مجموعه برای شما. اون بحث هر کسی تا جمعه اگر ثبت نام کنه یک تخفیف ویژه میگیره. کی؟ 50 نفر اول. یعنی ما که مشاورمون میره تا 300 تا قطعا، ولی 50 نفر اول یک طرح ثبت نامی واسه شون گذاشتن که یک تخفیف خیلی ویژه میگیرن. سعی کنید اون کسایی که میان مشاوره الان ثبت نام میکنن یا کلاس آیه حامرزا حسینی رو ثبت نام میکنن، اینا جزو 50 تا اول باشه که اون تخفیف رو بگیرن. کلاس خیلی واسه تون ارزون میفته. جز 50 تای اول باشید. و از اون طرف هم بچه ها من هفته دیگه میخوام برنامه ریزی رو شروع کنم. یعنی من بیام ببینم هفته بعد دیگه ثبت نام نکردی، مهر ماه شده، اصلا دیگه کاری نمیتونم. من خودم بهت بیام دختر خوب، نه من میتونم کاری واسه تو انجام بدم، نه گنده تر از من. فقط بعد بری خدا یه نظری گوسفندی چیزی بکشی نتیجه تو عوض کنه. هیچ کی واسه تو هیچ کاری نمیتونه. برو بعد بری هر شب هیئت نظر و نیاز کنی، فقط کنکور قبول شی، وگرنه دیگه با تلاشت نمیتونی برسی. پس من دارم بهت میگم من هفته دیگه اومدم این جمعیت همه بعد ثبت نام کرده باشن، من برنامه ریزی رو میخوام واسهتون شروع کنم انشالله. خیلی خوشحال شدم امروز خدمتتون بودم، امیدوارم که موفق باشید، هر روزتون قشنگ باشه. و من یه پیشنهاد دارم، نه این شعارا که بهتون میدن حال دلتون خوب باشه، نه نمیدونم حال دلتون بد باشه، اینا شعاره. من فقط یه حرفتون میزنم، خودتون باشید، نه توهم الکی به خودتون بدید، نه منفی داشته باشید، خودتون باشید. اگر خودتون باشید قطعا موفق خواهی شد. محرم خوبی داشته باشید، به خدا میسپارمتون، جلسه آینده میبینمتون، خدا نگهدار. بریم نظر سنجی مونده. پس آقا من نمیتونم خدافظی کنم، منو نگه داشتن، من کلاس بعدیم داره شروع میشه. عالی. اوه اوه آقا من یعنی اینقدر خوب بودم نمیدونستم. عالی. آقا پس آقای حامرزا حسینی ببینید چی میگید، که ما که دیگه شاگردشیم. من سن چی میگن سن بچه هم نداره آخه بدبخت. آقا مشاوره من بوده. من مشاوره حامرزا. آقا نگاه کنید، من مشاوره حامرزا حسینی بودم. من حامرز حسینی رفته رتبه کنکور شده، مدرسه البرز درس میخونده، الان یکی بهترین دبیرای کنکوره، من مشاورش بودم دیگه. ببینید من چه مشاور خفنیم. بچه ها نظر لطفتونه، مخلص، دمتونم گرم، مرسی که اینقدر به من محبت و لطف دارید. خودتون عالی بودید، چون من احساس میکنم که قدر یه نعمت خوب و یک بنده خوب میدونه، قدر یک غذای خوب و کسی که طعم غذاها رو بلده میدونه. و دانش آموزی که قویه، دانش آموزی که خوبه، اگر بحث علمی و درسی واسش راه بندازی لذت میبره و نظرش عالیه. ولی دانش آموزی که اومده فقط وقتشو بگذرونه، شما بیای بحث علمی واسش راه بندازی، پشت اون مانیتور خوابش میبره. پس قطعا خودتون عالید، خودتون خوبید. من خیلی امیدوارم به نتیجه شما. خب یه سری از بچه ها الان پرسیدن که تکرار نداره، تکرار رو بهتون گفتیم بچه ها. این تکراره حتما توی پیج بنیان دانش بهت نگاه کنید، درسته لینکش اونجا واسه تون میذارن. بعضی ها پرسیدن که چطور ما ثبت نام کنیم.
واتساپ بنیان دانش، واتساپ مجموعه رو برید، اونجا نحوه ثبت نام رو بهتون میگن. واتساپ، یک بار دیگه تکرار میکنم، واتساپ بنیان دانش، اونجا حتما شرکت کنید، ثبت نام اونجا نحوهش بهتون گفته میشه، لینک سایت هم بهتون توی پیج گفته میشه. برید اونجا، فیلم ها رو از دست ندید بچه‌ها. آفلاین ها، اون کسایی که امروز عضو شدن برن آفلاین ها رو ببینن، شروع کنن، حتما برن پیج رو فالو کنن که آفلاین ها اونجا گذاشته شده، بگیرن و شروع کنن که از درس ها عقب نباشن. جلسه آینده بچه‌ای که میان، حتما جلسه اول من و حتما جلسه دوم من که حافظه و تمرکز و شیوه ادبیات خوندن بود و یاد بگیرم، بعد بیان جلسه بعدی منو بشینن. کجا آفلاین ها رو ببینیم؟ دوباره گفتم برید پیج و اونجا لینک سایت رو گذاشتم. آره، برید برای پیج بچه ها. در روزم گفتم چقدر باید درس بخونیم، گفتیم از روزی 5-6 ساعت شروع کنید، انشالله باید به روزی 14 ساعت هم برسید، ولی فعلا از 5-6 ساعت شروع کنید. همین. حالا بچه ها آزمون آزمایشی هم انشالله بهتون میگیم، فعلا وقتش نیست، تا مهر ماه هیچ کسی راقه آزمون آزمایشی نره، تا ما بریم ببینیم از مهر ماه به بعد کدوم آزمون ها بهتره. آزمون اول رو ببینیم گاج بهتره، گزینه دو بهتره، یا قلمچی بهتره. هر کدوم امسال آزمون بهتری ارائه داده بودن با تله درس بهتری، اون موقع بهتون معرفی میکنم، چون هر سال یک کدومشون بهتره. بچه ها الان که ما خدمتتون مرخص میشیم، حتما همه سر کلاس ریاضی هامرز بشینن. هامرز حسینی قوی ترین استاد ریاضی کشوره، من که خودم باور نمیکردم کنار ما اینجا قرار بگیره، لطف کرده، حال داده به ما، دمش گرم. من مخلص قربونت برم. سر کلاس هامرز بشینید. هامرز یه ذره آدم شوخیه، لذت میبرید در کلاسش. آره، من شما رو به خدا میسپرم، انشالله که کلاسم واسه تون مفید باشه. خیلی ممنون. یا آقای هامرز حسینی هم یه چیز دیگه بهتون بگم، تموم شد، خسته نباشی. بگم آقای هامرز حسینی یه چیز بهتون میگم، بچه خیلی خوب، بچه آقا همه چیزش خوبه، فقط یه ذره آدمیه که میاد معاملات رو خراب میکنه. من اینو بهتون بگم، یه ذره روش نمیتونید حساب کنید. فقط ما یه بار یه چیز جالب بگم، بخندید، حالا یه ذره خسته شدید. ما یه خونه ای داشتیم، می‌خواستیم اساس کشی کنیم، بعد اساساشو گذاشته بودیم حراج، گفتیم چند تا معلم ها که میخواستن تازه خونه بگیرن بیان بخند. آقا هامرز اومد مثلا واسه ما بازارگرمی کنه، همه اجناس ما رو خراب کرد. اینو میگفت نخری، یا مثلا اینو میگفتیم هفت بینیم، میگفت نه آقا این دوتا میشه تو بازار بریم واسه بخرم. مبلا رو مثلا میگفتیم آقا ده تا، میگفت نه بابا اینو مثلا بازار سه دسمار گذاشه پنج تا، میبریم واسه بخرم. همه چیز ما رو خراب کرد. به خاطر همینه که اینقدر دوستش دارم، دلی خودشه و اینکه فیلم بازی نمیکنه. آقا خیلی خوشحال شدم اینم گفتم، یه ذره بخندید، خسته نباشید، هفته دیگه میبینمتون. بدرود، خدا نگهدار. چطوری؟ خوبی؟ خسته نباشید.